با درود بیکران به دوستان و یاران عزیز هر جای دنیایی که هستید، بار دیگر من آبیهای رحمید از اندیشکده پارس یهود با شما هستم و میزبان دوست ارجمندی هستم و آقای دکتر دانا که یک حقوقدان بین‌المللی هستند. دکتر دانا خوش آمدید به برنامه ما. درود دیگری بر شما جناب راب رحیمی و شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی و امید به گاهان خوب برنشون. برحال در ادامه صحبتی که قبلا درباره سکولاریسم لایسیته داشتیم و آنچه که از نظر نقطه نظر مرجعیت و روحانیت گفته شده و همینطور انقلاب فرهنگی که جزء افراد عدیدی که در این مباحث شرکت داشتن آقای عبدالکریم سروش بودند. حالا بعدن که در از عقب نشینی کردن از نقطه نظرهای خودشون و آن نگرش که دیروز داشتن ممکنه باب امروز نباشه، ولی شما نقد و انتقادی کردین از اون انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن تمام نهاد دانشگاهی و علمی، حتی تا اندازه‌ای که علوم اجتماعی و علوم انسانی رو زیر سوال برد و اینی که حتی آن علوم ایران شناسی رو به گونه‌ای تبدیل به اسلام شناسی کرد. یعنی که آنچه که ما قبل از انقلاب داشتیم و اون فرهیختگان و دانشگاهیان با نگرش‌های متفاوت که از اروپا به ایران اومده بودند برای تدریس، یعنی به حال از دانشگاه‌های معتبر و افرادی که در یعنی نظارگر آنچه که بودیم و امروز بعد از 40 سال جدن که قابل مقایسه نیست. چه نقد و انتقادی شما از آقای عبدالکریم سروش دارین؟ یعنی اگه بخوام جمع‌بندی میکنم برنامه قبلی رو که شما ایشون رو به عنوان یک روشن فکر دینی و اسلامی به حال قبول ندارید و اندیشه اینی که روشن فکری با اسلام نمیتونه قابل تلفیق باشه. دو، جمع‌بندی دیگری که ما داشتیم، یعنی اون بستر جامعه و بستر اجتماعی فرهنگی لایسیته و سکولاریزمی که در ایران الان میتونه اون آماده اون دگرگونی در تغییر نظام باشه رو در از جوانان به عهده دارن، همون بچه های انقلاب هستن که 70% پایین تر از سن 40 هستن و آن اسلام ناب محمدی رو چشیدن. به هر حال برگردیم قسمت دوم برنامه. نقد و انتقاد شما در این مقاله از آقای عبدالکریم سروش، ما این رو با هم مرور میکنیم، به چه گونه هست؟ بفرمایید. با سپاس از شما جناب راب که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی که با هم میهنانم مقاله ای رو که سال جوان 2012 نوشتم در پاسخ به اونچه که دریافت کردم از آقای سروش برای شما و بینندگان این سایت بخونم و بعد اگر پرسشی بود با کمال میل در اختیارتون هستم پاسخگوی واژه به واژه‌اش باشم. در حال به شما در از یک استنباط و بینش تاریخی از آن یورش تازیان به ایران دارید. آیا اگر ما برگردیم جدن به اون پیوند ناگسستی بین یهود، یعنی پارس یهود که به 2700 سال میرسه و به دوران هخامنشی که 2500 سال میشه، آیا ما میتونیم این رو جدن آنچه که ایران فردا خواهد بود رو ما بتونیم از این کتیبه ها از آنچه که نوشته شده استخراج بکنیم که بتونیم ایران بهتری یعنی بر آنچه که داشتیم اگر اسلام رو کنار بذاریم داشته باشیم؟ خب این خیلی رویایی است. ما که نمیتونیم به 2700 سال پیش برگردیم، ما میتونیم اون معیارها رو ملاک قرار بدیم برای زندگی در دنیای نو، در دنیای امروز با امکاناتی که در اختیار داریم.
بنابراین نه، ما نمیتونیم به اون روزها برگردیم، خب این خیلی رویایی است، ولی اون معیارهای گذشته رو میتونیم به عنوان یک مایه سربلندی در اختیار داشته باشیم، از اونها بتوانیم در شرایط امروز با امکانات امروز عاقلانه بخردانه بتونیم راه حل بهتری برای زندگی بهتر بسازیم. سوال دوم که مطرح میشه تا چه اندازه در از شعار ایران باستان، اعلامیه کوروش کبیر، البته ما با ماهیتش آشنایی داریم چه در سازمان ملل، چه اینه که اعلامیه حقوق بشر و حقوق و برابری و غیره، قبل از این که حتی انقلاب کبیر فرانسه 1789 رخ بده یا انقلاب اکتبر روسیه، بیش از 100 سال ما صحبت از مشروطه میکنیم و اینی که انقلاب مشروطه، به هر حال این به کجا می انجامه که بیش از 100 یا 200 سال هستش که ایرانی قیام میکنه، چه 1400 سال پیش بابک خرمدین و خراسانی، ابو مسلم خراسانی و غیره که در مقابل بیدادگری یورش تازیان ایستادند، تا به امروز که بعد از بیش از 100 سال از دوره مشروطیت میگذره هنوز ما دنبال اون آزادی و برابری هستیم، تا این اندازه که امروزه شعارهایی که در خیابانهای تهران در کف خیابان داده میشه چه هست؟ در از همون نان، کار و آزادی و رفراندوم و یعنی مردم پی بردن به اون آزادی. آیا اون آزادی که ما صحبتش میکنیم آزادی هستش که هادی و خورسندی مطرح میکنه که میگه که از وقتی ماهی رو از دریا گرفتن به استخر رو بردن و از استخر به برحال کاسه و از کاسه به نلبکی آوردن، وقتی که این ماهی خودش رو رسون به آب غرق شد. یعنی ما صحبت از آزادی میکنیم، چگونه ما میتونیم صحبت از یک آزادی بکنیم که تبدیل به آنارشیزم نشه؟ زفابد این مطلبی که فرمودید در خلال این نوشته ما بهش احتمالاً به گوشه هایش برخورد خواهیم کرد، پاسخ رو بذاریم برای پایان این نوشته. بله بفهمید. پس آنچه که پرسش و پاسخی است که شما به عبدالکریم سروش میدید رو بفرمایید. آقای سروش، شما به کشتار ددمنشانه یورشگر بیگانه ای مینازید که پیشینیان من را در دل شهرها و روستاهای ایران آشفته پایان دوران ساسانی دریده. نیان ابروان، ارتش ایران سوز تازی 638 میلادی، و به تاریخ نگار همزبان یورشگری میبالید که آن پیروزی را مایه سرفرازی شناخته و همکیشان آگاه و ناآگاه وی نیان ابروان پرستندگان دین زورگوی بیگانه داریابون هنوز به این آیین بربری سربلندند. دین هاری که با تیغ تیز مستان تازی و فریاد شوم اهرمن میان ابروان الله اکبر آبروی شهر وند ایرانی را سکه پول یک پول سیاه کرده و دو صد زبان مردم را بریده تا انگی ننگین توی پرانتز عجم موالی و نقطه 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 چیزهای دیگه را بر پیشانی آدم ایرانی مهرموم کند و پسینیانش را خار و زبون گرداند، چه جای ستایش دارد؟ چه کسی گفته 1400 روزی 5 بار بانگ شوم اهرمن از بالای مناره های شهرها و روستاهای کشورمان ننگی زوراور را باید به یاد شهروند ایرانی بیاورد تا بر کرنش به بتی در آن سوی مرزهای کشورش خمراز شود و این خودفروشی بیچون و چرا را دین بخواند؟ شما که زخم روند شوم 33 ساله را به تن داری هنوز به پدافند از این دین ساختگی برمیخیزی و سنگش را به سینه میزنی و باور نمی کنید که دوران زورگویی و خودکامگی در هزاری سوم سر آمده و فردایان را سودایی دیگر بر سر و راهی دیگر در پیش است؟ آقای سروش،
سازندگان دینی که از سر و چشم و زبان مردممان در هر گوشه از شهر و دیارمان خرمنها ساختند، زن و بچه و ریز درشت را دست دست سوزانده اند، قوانین بیابانیان شمشیرکش را در ایران فرو ریخته قانون خوانده اند، تا در خاموشی های مرگزا خرد و کلان را بی اگر و مگری فرمان بردار کنند. ایدادی میداد من مجبورم متن خودم رو بخونم، شما هی تکون میدی آقای جناب را. فرمانبردار کنند به راستی دستور خدای یگانه ایست که روزی بخشنده و مهربان بوده. گله روانپریشی که در دشمنی های کور سر از پا نشناخته و به گواهی تاریخ کشته و سوخته و دریده و چاپیده و برده و زن و مرد ایرانی را به کنیزی و بردگی کشانده، هنر کسی نبوده که شما در پشتیبانی از آیینش به هم میهن بیدارتان میتازید و میفرمایید اگر در پی برکندن بیخوبون اسلامی آب به هاون میکوبید و جهد بی توفیق میکنید. شما که در چنین پله از بالای بام دینبازان شورش 79 فرود آمده و به یاب سرایان ردابردوش دستاربند هشدارها داده اید، باور نمیکنید در فردای پیش رو از برج آجی که هنوز گرفتارش مانده اید باید دوری گزینید تا به نام مرزی رها از بیگانه پرستی و آزاد از ستایش بت پازی توی پرانتز الله به دامن فرهنگ خانگی بازگردید. شما دوست و همسنگر و همشانه بیداران در ساختن ایران آزاد آینده ای، آرزومند نشاندن بذری در زمینی شخم خورده و آماده آزادی و اندیشه در خانه ای، یا میخواهید همچنان بر آیین بدکیشان ایران سوز دهانها را بدوزید، زبانها را ببرید و سرها را به خاک اندازید تا گردنی افراخته بر این مرز و بوم نروید و انگ ننگ بر پیشانی شهروند آزاده ایرانی ماندگار شود؟ راستی چرا میکوشید دینی مرده و گندیده و بو گرفته را که جز پسماندگی و پشمردگی و درماندگی برای مردم ما نزاده دوباره زنده کنید؟ میلیون ها تن جوان برومند هممیهن از خود میپرسند راستی کار بازیگران زبردست به کجا کشیده؟ توی پرانتز انقلاب اسلامی و فرزند خلفش انقلاب فرهنگی تحمیل کننده به دانشگاه ها پرانتز بسته. چه شده که زیرکان دیروز به جان یکدیگر افتاده و لاشه هم را به دندان میگیرند؟ افسون بران در سر و دل مردم کوچه و خیابان شهر و روستای کشورمان چه میگذرد که مایه حراس دسته دستاربند ردا بردوش و نانخاران دینخو شده که سرشت پرسایی و بیگان گریزی را زهر جانستان خیش میبینند؟ استادان دینباز بدآموز چه دیده و شنیده اند که پس از 1400 زورگویی و درندگی و دریدگی دست پاچه و بیم زده بیداران ایرانی را در پی برکندن بیخوبون کیش خیش انگاشته اند؟ آقای سروش، آنچرا که شما نقد دین میخوانید ریشهش به نواندیشان صده های پیشین دنیای باختر میرسد. با آنچه که در ایران زمین گذشته و میگذرد از بیخوبان ناهمگه ناهمسو و ناهمسان است. آنجا دین مردم در دوره ای از تاریخ بازیچه دست گروهی خودکامه شده تا بتازند و زور گویند و دین را به بدی بیانایند، توی پرانتز انکیزیسیون. اینجا دسته روانپاره شمشیرکش
از آن سوی مرزهای کشور به ما یورش آورده، آب و خاکمان را در نبردیده، پیر و جوانمان را کشته، دار و ندارمان را به آتش کشیده، زیر و رویمان را چاپیده و زندگانمان را کباب کردند، تا به روز تا به زور ترسی روانسوز باوری بیابانی را در کله مردمی بینوا میخکوب کنند. این گونه درندگی را دین و مذهب خواندن و آن را با دگر شدی با دگر شدهای دین و آرمان در جهان باختن هماهنگ دیدن نشان از بیگانه ستایی، جادو زدگی، خواب آلودگی و یک سوی نگری دارد. این گونه بدآموزی نه بار دانشگاهی دارد و نه سزاوار ژرف نگری است. بیگمان می‌دانید که گروه بزرگ بیداران هم‌میهن بر این نگرش ایران سوز ایران ستیز شوریده و آزادی اندیشه را جای این دست گمراهی های روان پریشانه نشاندهاند. پایداری و پیکار پیدا و پنهان 1400 ساله در پس روند شوم 33 ساله سرانجام نشان داده که کلاه گشاده تازی برازنده سر ایرانی نیست و میخواهد آن را به کلاهبردار بازگرداند. گروهی دشمن ستای جادو زده دو پا در یک کفش کرده و به نی خیش میرازند و میبالند. چه کسی سرنا را از سر گشادش میزدند؟ آقای سروش، چراغ کلیسا در برابر رستاخیز سرنوشت‌ساز روشنگران باختر که آزادی گزینش دین را بر پرچمشان نوشته بودند از آن رو روشن مانده که گوهر والای دین جایی برای ماندگاری و توانی برای روشن ماندن داشته. هم کلیسایان آگاه و هم دگراندیشان دلسوز باختر به خوبی می دانستند که ننگ انکیزیسیون انگی ناروا بر چهره تابناک مسیح و مسیحیت بوده و باید زدوده شود. در کیش زورگوی بیگانه با فرهنگ خانگی که 14 سده پیگیر بازدارنده هر گونه آزادی آدم ایرانی بوده و جز پسماندگی و پژمردگی و پریشانی چیزی دیگر نپرورده، نمیتوان نگاهی به فردایی بهتر برای مردم داشت. بنابراین زیبایی و گنجایش دین باختر را همسنگ آیینی ساختگی و بیمایه در ایران وامانده نیمه ویران انگاشتن و در برزخ تاریخ پرایندی همسان برای این دو آراستن را آگاهان دینشناس خوشخیالی می‌خوانند. زشتی‌های زیانبار آیین بیگانه در ایران که روزی مردمی ستم دیده آنها را از سر ناچاری جای دین و دین مداری نشاندند از شماره بیرونند. توی پرانتز توضیح المسائل های رداپوشان دستاربند از آغاز تا امروز. دگر شد دین مداری در باختر زمین ساز دگرگونی های چشمگیر در همه رشته های زندگی شده تا نوگرایی در پندار و کردار و گفتار نیک نهادینه شود. کلیسا بر این راستا جای خود نشسته و مردم کار خود را کرده اند. توی پرانتز سکولاریسم. آیا در جرفای پنهان کیش بیگانه که هرگز نتوانسته در ته دل بیداران ایران زمین ریشه ای توانا بدواند امیدی به دگرگونی و رستگاری میبینید؟ آنجا که به گفته شما دین جانسختی کرده، تاریخ کلیسا چیزی دیگر میگوید. آنجا مردم نیازی روحانی در دین یافته و در برابر دین ستیز به پاسداری از داده های ارزنده آن برخواستند. توی پرانتز اخلاق، پرهیز، پارسایی. اینجا توده توفنده دین زده جز دروغ و چاپلوسی و آستانبوسی و دودوزبازی و زنبارگی و ناپاکی یا دریدگی ها و درندگی ها و دبنگی های رنگارنگ چه چیزی از دین و دین باز دیده و شنیده یا خوانده اند؟ نمونه ها فراوان در فراوان هست. به چند نکته کوچک از زبان سران بدکیش بسنده می کنیم.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود هر که عطسه زند سپس دستش را بر استخوان تیغه بینی بگذارد و بگوید الحمدلله الرحمن الرحیم و العالمین حمدن کثیر، از سوراخ چپ بینیش پرنده کوچکتر از ملخ و بزرگتر از مگس بیرون آید و یک سر برود تا به عرش برسد و در آنجا تا روز قیامت برای او استغفار کند. اصول کافی، شیخ یعقوب کلونی، برگ 390. از جعفر صادق دوباره بگم؟ بله بفرمایید. اوکی. قسمت دوم، حضرت امام جعفر صادق به روایت از حسین ابن علی فرمود. قسمت دوم رو بگم؟ بله بفرمایید. اوکی. حضرت امام جعفر صادق به روایت از حسین ابن علی فرمود ما اشباحی از نور بودیم و دور عرش رحمان می‌گردیدیم. علل الشرایع ابن باقویه باب 18 برگ 22. از طریق ماست که خداوند عبادت می شود، اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمی شد. کتاب التوحید ابن باقویه حدیث حضرت امام جعفر صادق باب 12 شماره 8 برگ های 151-152. یعنی اگر من بخوام سوالی مطرح کنم با اجازه شما استاد دانا، در از یک ما دیانت رو، مشروعیت دیانت رو سعی میکنن نهادینه بکنن و واسطه رو ایجاد بکنن، در حتی در یهودیت اون هم یافت نشده، ممکنه در مسیحیت بیشتر آنی که انکزیسیون و به حال اون نهاد واتیکان و کاتولیک قبلن به این صورت بوده که دین و سیاست یکی بوده، در اینجا هم سعی بر مشروعیت طلبیدن و نهادینه کردن دیانت در سایه ظل الله که پادشاهان و افرادی بودن که از اونها مشروعیت می طلبیدند، یعنی که این دو دست هم، یعنی دست در دست هم دیگه بودن، یعنی که از یک طرف پادشاهان، از طرف دیگه مشروعیتی که از روحانیت اینها میطلبیدن و نهادینه کردن دین و دیانت در مقابل ملک و ملوک و مالکان. آیا اینطور میتونیم استنباط بکنیم از آنچه که گفته میشه؟ این هم یکی از زشتی های دین بیگانه در خانه ما بوده، در حالی که پیش از اون اینچنین نبوده. ما وقتی که همون کتاب استر رو که عرض کردم خدمتون به عنوان نمونه، کتاب 11 دفتر خداوند در تورات در نویم نگاه میکنیم، میبینیم 127 کشور بوده ایران، شاهان یا ساتراپ ها از استیت های گوناگون، از استان های گوناگون هر 6 تا 7 سال یک مرتبه در پایتخت ها جمع می شدن. شاهنشاه یک انتخابات آزاد می گذاشته در یک دوره 6 ماهه، در میان این شاهان شاه شاهان انتخاب می شده بر مبنای آزادی. اینها ربطی به کارهای دینی نداشتن، موبدان دینی دین مدار کار خودشون رو انجام میدادن، شاهان کار سیاست رو انجام میدادن، دخالتی در هم نداشتن، نه بومدان در کار شاهان، نه شاهان در کار بومدان. ولی اگر شما در هم همه بدبختی ها از اون وقتی آزاد شد که این دوتا یکی شدن. محمد هم شاه بود هم فرمانده بود. این گرفتاری سرایت کرد به تمام کشورهایی که بعدها گشوده شد و از این بازی تبعیت کرد. در حال اون شکاف طبقاتی که ما در دوران ساسانی ما اون رو یافت میکنیم که از یک طرف موبدان بودن، از طرف دیگه شاهان و دهقانان، در حال ارباب و رعیتی اگر بتونیم نامش رو ببریم، یا اینکه در کتیبه ها که ما یافت میکنیم که برابری بوده بین زنان و مردان، با اون ندا و اون بشارتی که در از آیین محمدی آورده
که رعیت و مالک یکی هستن و برابری و تساوی، ممکن بوده از خان عمومی رو بتونن از نظر عوام زدگی بتونن دربر بگیرن. این رو نه اون اینجوری نیست، اینجوری نیست که برداشت شما، من باور نمی کنم بر اساس راستای بر چارچوب مسائل اسلام بیشتر تبلیغه، چنین چیزی ما نداریم. ببینید بردهداری برادر من، بردهداری بخشی از این فرهنگه، بردهداری رو که لغو نکردن که بیان به تساوی حقوق انسانی برسن. ببینید حقوق زن و مرد رو ببینید چقدر فاحشه با هم. ببینید نسبت به دیگر باورمندان اهدنا الصراط المستقیم، شما روزی به عنوان یه مسلمان روزی 5 دفعه میگید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما بیایم از این آقایی که روزی 5 دفعه این مزخرفاتو میگه بپرسیم ضالین کیا هستن، مغضوبین کیا هستن؟ ضالین یهودی هستن، مغضوبین هم مسیحی هستن. این راسیسته، این فاشیسمه، این دین نیست، این یک عقیده سیاسیه زشتی است که 1400 سال به نام دین به ما حکومت کرده. این قابل قیاس با هیچ دینی نیست. خب ولی به هر حال در هر فرهنگی، در هر فرهنگی شما یافت میکنی ما و دیگران. برای اینکه ما خودمون رو بیان این دیفینیشن و تعریف خودمون رو بکنیم، حتما باید دیگری باشه که از اون طریق ما بتونیم خودمون رو تعریف. قبل از اینکه این اندیشه یا زشت به کشور ما بیاد، ما بهترینان جهان بودیم، فرو ریختیم. ما با کی خودمون رو مقایسه بکنیم؟ ما خودمون رو از فرهنگ پدران خودمون تشخیص میدیم، ما خودمون رو از خودمون از گذشته خودمون میشناسیم. ما یک زندگی خیلی سالم در عالی ترین رده ممکن با اشکالات اجتماعی داشتیم. یه مش آدم هستیم، هر کدوم صاحب یک اندیشه، صاحب یک خواسته، صاحب یک ظرفیت و گذشته، هر کدوم مشکل داره. خیلی خوب، ولی به این صورت نبود که زیر دست و پای یه مش بیگانه له و لورده بشیم، عقیده او بشه دین ما. ما روزی 5 دفعه به سوی مرزهای بیرون از کشورمون دلا بشیم، یک بت رو به جای خدا بشناسیم. این غلط، این غلط بزرگی است در تاریخ کشور ما. برای نخستین بار یک ملت متمدن میخوان به چیزی که، به پدیده‌ای که به هیچ وجه ربطی به اونها نداشته و جای خدا رو گرفته، بگن آقا این غلط. پرسشی که مطرح میشه اینی که چگونه به هر حال ایرانیان به این دین، در از اول به سنی، بعد از دوران صفویه قرن 16 به شیعه گرویدند. نه این غلطه، این اینجوری نیست برادر من. جناب را وقتی ارتش بیگانه به فرماندهی ناجای مزدکی خالد ابن ولید و سعد ابن بقاس در سال دوم عمر به ایران تاختند و ایران رو بی آبرو کردند در جنگ‌های قادسیه و نهاوند و جلالا و غیره، به زور شمشیر ایرانی رو تابع کردند. ایرانی تا 200 سال می جنگیده علیه بیگانه، ولی چون ستون پنجم ناجای مزدکی در خلال دوران 10 ساله شام و دوران 11 ساله اورشلیم و بعد دوران 20 ساله ساختن ارتش هار تازی در عربستان از ایران سبا بوده، ستون پنجم می ساخته، شیعه رو او ساخته. داستان سقیفه بنی ساده رو باید ما بدونیم. اونجا وقتی که این مردی که محمد هنوز تو رخت خواب هنوز نمرده، بین علی و عمر و عثمان و ابوبکر و غفار، ابازر غفاری و این ناجای مزدکی اختلاف میاد. ناجا علی رو پیشنهاد میکنه، داستان قدیر خون، شیعه از اونجا بدعت گذاشته میشه. بعدها وقتی که عرب حمله میکنه به ایران، ایرانی رو بی آبرو میکنه، شیعه اون ستون پنجمی که با عرب همکاری میکرده امروز فهمیده چه غلطی کرده، مثل کسانی که با خمینی همکاری کردن بعد از مدتی فهمیدن گول خوردن، اشتباه کردن، اون پشیمان ها اومدن کاری بکنن. چه کار بکنن؟ زور تازی شمشیر جانفشانش آنچنان جانگیر بود که نمیتونستن کاری بکنن، مگر اینکه تکه‌ای از دین بیگانه رو بگیرن، از اون یه دین تازه بسازن که هم اون باشه هم شخصیت ایرانی درش ملحوظ باشه. اسمش رو گذاشتن شیعه، یعنی شاخه سوار شده، پیروان سوار شده از پیکر اصلی اسلام سنت، پیروان علی. چرا؟ بین علی و عایشه جنگ مغلوبه شد، بعدم خوارج و بعدم داستانهای گذشته.
در دوران صفویه که فرمودی شکل ملی پیدا کرد، به خاطر اینکه صفویه ها با عثمانی ها یا با ترک ها در جنگ بودن، اینها به خاطر اینکه یک قوام و یک پارچگی ایدئولوژیک به ارتششون بدن شروع کردن سنی کشی که با عثمانی ها هیچ ارتباط نداشته باشن و شیعه رو یک دست بکنن، که بی پدر مادرهایی به اسم مجلسی و نمیدونم فلان و اینا از گوشه بش بلند شدن و توضیح المسائل بنویسن. ولی به هر حال میشه گفتش که عدو شبد سبب خیر. سبب خیر اگر 1400 سال عدو از ما سواری گرفته، امروز بیدار شدیم. حرف من در این مقاله به آقای سروش، بزرگترین دانشمند فیلسوف دین شناس شیعه، این است که آقا تو ول معطلی. خب قسمت جوانان ایرانی دنبال آزادی اندیشه هستن آقا، نه دنبال شیعه‌ای که تو داری این نیمه جان رو داری جان تازه بهش تنقیه میکنی. مرده گند و باید پهلوانان برن از روی زمین بردارن بندازنش تو زباله‌دان تاریخ. این هست مثلا. در حال ادامش حسین ابن علی فرمود، بفرمایید. بله، حسین ابن علی فرمود ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب. اجازه بدیم. بله اجازه بدیم یه لحظه. بفرمایید. حسین ابن علی فرمود ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد و زنانشان را به فروش رساند و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب انگاشت. سفینت البحار و مدینه الاحکام الاثار، شیخ عباس رومی قومی، جلد دوم، برگ 164. یعنی به هر حال این همون روان پریش دوچار سیندروم استکهلم میزنن تو سرشون، محرم و صفر دیوانه میشن، زنجیر و خنجر و نمیدونم تیغ و فلان برای این مرتیکه. این کل مسئله است. خب این آیا این آقای سروش از این دفاع میکنه؟ آیا این از اینها رو به عنوان نمونه آوردم؟ آقای سروش جواب اینا رو چی میدی شما؟ آیا آدم دانشگاهی، آیا شیعه تحت تاثیر مسیحیت ویا دلالغوز؟ نه، هیچ ربطی به مسیحیت نداره. شیعه هیچ ربط از سر سوزنی ارتباطی به مسیحیت نداره. ولی این سینه زنی، خود زنی، اون مسائل فرهنگی رو بگذار از طرف همین تمومش بکنیم، بعد میرسیم به اصل. بله بفرمایید. حضرت امام جعفر صادق میفرماید اولین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت میکند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع از قبر برمیخیزد و خاک سر و روی خود را میتکاند. امام مهدی انگشتر خود را به حسین میدهد، پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از او محمد ابن عبدالله از قبر بیرون میآیند. بهارالانوار، ملا محمد باقر مجلسی، جلد 13، برگ 1223. اگر کسی فکر کند که احکام شیعه باید با عقل برابر باشد، در اشتباه است و خود را محکوم کرده. زماندار آینده، محمد جواد مغنی، چاپ تهران، 1988، برگ‌های 92 93. شناخت خدا جز با شناخت امام ممکن نیست. تفسیر قومی، علی ابن ابراهیم قومی، 1113، برگ 716. محمد صلی الله علیه و آله در سفر معراج پروردگار را در عرش به صورت جوان 30 ساله آراسته ای دید که سر تا نافش میان خالی بود و از نشیمنگاه به پایینش توپر بود. اصول کافی، شیخ یعقوب کلینی، برگ 353. به ترک نماز و روزه و قصر معتقد بودند و بر روش سنت ازدواج نمی کردند و عموم زنان را به ترک نماز و روزه و به ترک به خود مباح می دانستند و می گفتند آن روز که محمد ابن عبدالله بر بزرگان قریش و جبابره عرب مبعوث شد، ایشان مردمی قسی‌الغرب و سرکش بودند و حکومت اقتضا میکرد که در مقابل احکام او سر فرود آورند. ولی حالیه حکمت مقتضی آن است که
عامه زنان حرم، حرم عامه زنان حرم خود را بر خلق حلال دارند. نزدیکی با زنان محارم و زنان دوستان و حرم پسران در صورتی که در دین شلمقانی آمده باشند اشکالی ندارند و از قراری که نوشتند در فرستادن حرم خیز به پیش هم کیشان بالاتر از خیش ابا نداشتند، بلکه این کار را خوش آمدی بر نفس خود شمرده و می گفتند که در نتیجه این عمل شخص فاضل از نور خود مفسور و بهرمند می سازد. و چون شلمقانی رب الارباب و فاضل ترین است، حرم عموم ایشان بر او حلال شمرده می شده و پیروان او جهت کسب نور و فضل در فرستادن زنان خیش پیش او بر یکدیگر سبقت می جستند. و اگر کسی در این کار ابا می کرده، به عقیده شلمقانی که به تناسخ نیز قائل بوده، در بازگشت به دنیا به صورت زن در می آمده است. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی، چاپخانه مجلس، تهران، 1311، برگ 227. ما در عباس اقبال آشتیانی خاندان نوبختی می خوانیم که 176 همچین شعبه های شیعه هست که شلمقانی یکی از اون شیعه هست که زناشون رو می دادن به امام هر شب، با هم رقابت هم می کردن. فاطمه بنت سعد برای طواف به مسجد الحرام آمد. هنگام طواف دچار درد زایمان شد. درب کعبه شکاف برداشت و آن بانوی بزرگوار وارد کعبه شد و شکاف بسته شد. کسانی که شاهد آن واقعه بودند نتوانستند درب کعبه را باز کنند. سروش طول کشید تا امیر مؤمنان به دنیا آمد. در این سه روز غذای مادر از طعام و میوه های بهشت بود. پس از سه روز درب کعبه شکافته شد و مادر همراه فرزند بیرون آمدند و نام او را علی گذاشتند. فرزندی که در شکم فاطمه بنت اسد بود با او سخن میگفت. همین که از کعبه بیرون آمدن، نوزاد به پیامبر گفت: السلام علیکم یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. و سوره مؤمنون را قرائت نمود. پیامبر اکرم نوزاد را تحویل گرفته و زبان مبارک خود را در دهان او قرار داده و سیرابش فرمودند: موشوعة الغدير الى الكتاب السنة والادب، جلد 7، برخای 35 و 44، احقاق الحق و ازحاق الباطل، جلد 5، برگ 65، الامامی الصدوق، برگ 132. محسن ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسید: آیا مجازات زانی آخرین عذاب او؟ امام پاسخ داد: نه، روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر شوند، آن زانی در هر شبانه روز 1000 بار کشته شود و باز به امر خدا زنده شود تا باز عذاب شود. شیعیان باور دارند کوهان شطر خراسانی در روز اساره زنان شریف خاندان وحی در کربلا رویده است تا عورتهای آنان پوشیده بماند. بهارالانوار فی اخبار ائمه الازهار، باقر مجلسی، تهران، 1315، جلد 13، برگ 116 و 62. آقای سروش، شما به نام مردی آشنا با فرهنگ دانشگاه به راستی پذیرای این یاوه های بی سر و تهید که از سروران دینتان شیعه به جا مانده، گاهی از خود بپرسید چرا میلیون ها تن جوان بیدار هم میهن تو برانته زیر سن انقلاب اسلامی شیعی از دینی که دل و دین باخته سپر بلایش شده ای بیزارند و می گریزند و به گفته شما در خارداشت نام پاکان و پیامبران 1001 رنگ چنین و چنان می گویند، یا آن نوشته بیگانه با فرهنگ خیش تو پرانتز قرآن را دم به دم می سوزانند و سرانش را باز به گفته شما
خوک سیدر گدا میخوانند. میلیون ها جوان آگاه ایرانی به آن نوشته سرشار از تباهی و پوشیگری و انباشته از دروغ و هرزگی را باور دارند که مایه گمراهی های فراوان شده و نه سرسپردگان به آن نوشته زشتی گستر را دلسوزان زادگاهشان میشناسند که روزی در پیروی از دستور اهرمن سرنوشت دین و فرهنگ مردمشان را به یورشگر بیگانه سپردند. شما که هممیهن بیدار و آزاده خیش را دست و دلبازانه کافر مسلمان خار میخوانید و به گفته خود گلزار دیانت را تهی از آفات و خرافات و فلان میخواهید و مینویسید، رقم مغلطه بر دفتر دانش میکشند و سر حق بر ورق شعبد ملحق میکنند و نفس کافری را عین روشنفکری و ترقی میانگارند. برگی سودمند و گره‌گشا از آن دفتر دانش را در نوشته های سازندگان این دین این آیین بیریشه نشانمان دهی تا به گفته شما سر حق را بشناسیم، ورق شعبده را ببینیم و کافر نمیر. آقای سروش، آنان که به گفته شما عقدشان در محضر قرآن بسته، به آیین محمدی بر یکدیگر حلال شده، به اذن خدا از یکدیگر کام گرفته، فرزندانشان را محمد و فاطمه نام نهاده، الگوی مروت و شجاعت را در علی دیده، نام محمد را بی صلوات بر زبان نیاورده، قرآن را بی بوشیدن به دست نگرفته، آب خنک بی یاد تشنگی حسین ننوشیده، غبار تربتش بر دیگران ساییده و مزخرفاتی از این دست، در چشم بیداران این آب و خاک آقای سروش حسینیان همان خودفروختگان ارزانجانی هست که روزی در نقش ستون پنجم ناجای مزدکی یورشگر تازی را به ایران زمین کشانده اند تا دین و فرهنگ و هنر و دانش خانگی را به وی ارزانی دارند و ایران و ایرانی را به خاک سیاه بنشانند که به درستی نشانده اند. روند شوم 33 ساله آقای سروش پرده از آن فروریزی ننگین و شاهکار دستیاران آن فروریزی برداشته تا با پشت سر نهادن همه گمراهی ها و بیگان ستایی ها امروز به خود آییم و دست در دست هم فردایی بهتر برای فرزندانمان بسازیم. هرچند آدم گمراهی را که بدی و پلیدی و پلشتی و نکوهیدگی را از سر نگونبختی و جادوزدگی جای نیکی و پاکی و درستی و فرخندگی نشاده و خود نمی داند نیازمند روانکاویست، آموزگار دینی می خواند و آموزه های زهرینش را سودمند و کاران می بینید. چون این است که با پشتوانه دانشگاهی در پدافند از ننگ 1400 ساله رو در روی تاریخ به هممیهن و همزبان دگراندیش میتازید و میگویی شیوه نقد راستی را نیاموخته، در بیخبری و عقب ماندگی از غافلی تاریخ و عقلانیت به شنعت زدن و خبث گفتن و رومی آورد و از لذت موهوم آن بشاشت میاندوزد. آیا این گونه پیش داوری و خامنگاری و تندرویی شایسته و برازنده پژوهشگری آشنا با فرهنگ دانشگاه هست آقای سروش؟ آقای سروش، ما به گفته شما از آن شجره طیبه که گویا بسیار مانا و ماندگارش پنداشته ای تا کنون نه آرامش و شکوه و هنر و زیبایی آدمیگری دیده ایم و نه دهش و دانش و سازندگی و جهانمداری شنیده یا خوانده ایم. بینیکی دیده و میبینیم هر جا پا نهاده و مینهد تخم مرگ و ننگ و پژمردگی و پسماندگی و پریشانی پراکنده و میپراکند و به هر خاکی که ماندگار شده و میشود ناداری و بیماری و ناپاکی و همه بدیهای آفرینش را دامن زده و میزند. بنابراین باز به گفته شما آن پدیده ستبر و ستور در چشم ما قول شاخ و دمداریست، فرهنگ سوز، تمدن کش که شناسنامه راستین آدم ایرانی را ربوده تا شیفتگان ایران سوزش به شناسنامه ساختگی در کهندیار پارس دلخوش بمانند و همگان را مانند خود نیم آدم ببینند. آقای سروش،
جوانان بیدار هم میهن از چنبری جادوی کیش بیگانه در خانه رسته و آیین پلید کشتن و کشتاده شدن را وانهادند تا با هنر مهر و دوستی و ابزار کارای راستی و درستی بدیها و بدآموزی های دشمن خانگی را از پندار و کردار و گفتار خیش بزدایند. شگفتا شمایانی که در جهان هزاره سوم به پهنای ستاره های آسمان از آن نوگرایان پس مانده ای زنهارشان می دهید و می نویسید. آن چرا آوردم هم از سر غیرت مسلمانی بود، هم مصلحت سیاسی و هم دغدغه فرهنگی. آیا کمال بی فرهنگی و بی تدبیری نیست محبوب مسلمانان را آزردن و در میدان مبارزه با استبداد آتش اختلاف عقیدتی افروختن؟ آقای سروش، کجدار و مریض های هماندیشان گمراهتان 1400 زبان توده جادو زده را به کامش چسبانده تا خرد و کلان بر جای خود بماسد و یخ بزند. اکنون که بیدار شده، چشم خرد گشوده و برای نخستین بار دراکولای خونخوار را در خانه یافته، یک باره می خروشی، غیرتی می شوی و بر رستاخیز بیداران انگ بی تدبیری می کوبی؟ چه کسی جز زبان پاره ای نیازمند درمان دشمن سوگند خورده آب و خاکش را محبوب می خواند و از آزردن روان ناپاکش می پریشد؟ آقای سلیم، بیگمان می دانید تا کسی از نیرنگ های تباه و پوچیدگی های گزنده دیمازان تهی نشود، مهر نوازشگر خدای راستین در درونش لانه نمی کند. شما که خود را چوب خورده دستگاهی خودکام می بینید و می فرمایید به سبب نقد دین داغ تکفیر و زخم ارتداد بر چهره دارم و دیریش که صلیب مرگ خود را بر دوش میکشم. آقای سروش، باید بدانید روزی شایستگی و توان کشیدن آن چوب پاره چلیپای مسیح خدا را بر دوش خواهید یا که نخست از گناه و بدی دست شویید، از دیو ستایی و دیو کیشی برهید تا سپس بتوانید پاکی و نیکی را در درون خیش بارور سازید. تا آن روز آن داغ بر چهره تان ساختگی خواهد ماند و هیچ آدم بیداری شما و داغتان را باور نخواهد کرد. سرانجام این که آیا توده های بیدار هم‌میهن در رستن از تله جادویی آب به هاون میکوبند یا شما و هم‌اندیشان گرفتارتان در دام بیگانه خانگی که دگراندیش ایرانی را سکه منحوس میخوانی؟ نکته ایست که پاسخش را بیگمان فردایان بهتر از امروز یافت. با تشکر از دکتر دانا از مقاله‌ای که به حال در مبحث آنچه که دکتر سروش ارائه دادن در قبال رستاخیز ملی هوشیاران و نه تهی‌دستان آنطور که پا برهنگان میخوان اون رو بخونن، بلکه یک رستاخیز و قیام مردمی و ملی هوشمندان بود که پی بردن و بعد از 40 سال و بیش از 1400 سال یورش تازیان به ایران از دین و دین سالاری چگونه استنباط میکنن و اون رو در شعارهای خودشون ادا میکنن. دوباره من باید تاکید بکنم که این برنامه ها به هر حال تریبونی هست برای دوستان، دگراندیشان، اندیشمندان و غیره که ندای خودشون رو میتونن برسونن و به هیچ گونه ما سعی بر توهین یا اهانت به باورهای دینی هیچ کسی نداریم. آنچه که مطرح میشه فقط بر این است که ما رو هوشیار بکنه، تنویر افکار باشه از روشنگری که بتونیم پی ببریم
چه افرادی جدن روشن فکر هستن، چه افرادی تاریک اندیش هستن. و تاریخ ما رو آیا تاریخ نگاران نوشتن یا تاریک اندیشان؟ به هر حال با تشکر از دکتر دانا، چگونه ما میتونیم جمع‌بندی میکنیم آنچه که گفته شده در ادامه سکولاریسم لایسیته، مبحث هایی که دیگری که داشتیم، و آنچه که به چگونه جدن ما میتونیم این میتونه به هر حال اون خرد و خردگرایی و عقلانیت و تعقل جای خودش رو به اون و اون طرد جزمیت از خانش متون جای خودش رو بده به آزاد اندیشی. جناب راب رحیم، این یک پروسه خیلی سنگین و دراز هست. ما ستم و سرکوبی که در درازای 1400 سال شانه های ما رو زخمی چرکین کرده و در رفتارها و کنشها و هنجارها و کردارها و اندیشه ما خود به خود آثار نامطلوبی از خود بر جای گذاشته، خاک کردن این نخست نیازمند کاری سترک هست. همزمان خاک کردن کشورمون از این گند 1400 ساله کاری سترکتر که نیازمند دهه ها کار هست. بنابراین این که چه کسی روشنندیش هست و چه کسی تاریکندیش و چه کسانی انگیزه ماندگاری این ننگ شرم‌آور در کشور ما شدن و کدام پیامبران راستین امروز در کوچه ها و خیابان های ایران میدوند تا حقیقت روشنتر از آفتاب رو که بخشی از اون رو من اشاره کردم، من سرباز کشورم، اونها هستن که دارن حقیقت روشنتر از آفتاب رو در میدان پیکار پیاده میکنن. اونها هستن که سرنوشت فردای ایران زمین رو روشن خواهند کرد تا حق به حقدار برسه. بنابراین من ایران فردا رو همون گونه که در نشستای گذشته هم گفتم، آبستن تحولات اساسی میبینم. جان سخن این که میتونم بفشارم و بچکانم نکته رو و به شما بگم، در روند 40 ساله آقای خمینی و همدستانش به ما خیلی بد کردن. بالای 1000 میلیارد دلار فقط جنگ 8 ساله زیانبار شد. بالای 800 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد و همدستانش دزدی کردن و هزاران میلیارد دلار دیگری که دزدی کردن. بالای 1 میلیون فرزندان ایران زمین رو در جنگ 8 ساله از دست دادیم. نزدیک 1 میلیون تن دیگر رو در دیگر سوانح رویدادها، روزی 100 نفر فقط از بدی آب و هوا میبرن، روزی بالای 700 نفر از تصادفات رانندگی میرن، روزی جنگل کشتار شده. به راستی حکومت چیه شده؟ دزدی و فحشا و فساد مرز نداره. خداشون فریادشون در پارلمانشون به هوا رفته، در دولت‌هاشون. آقای خمینی و همدستانش علارغم بدی‌های زیادی که کردن، ناخواسته یک خاصیت برای ما گذاشتن، برای مالکان کشور، برای فرداسازان ایران زمین، و اون که بدی 1400 ساله رو این اونی که هست به ما نشون دادن. درسته که اگر زورشون میرسید خیلی بدتر از این میکردن، کمون که اجدادشون چنین کرده که 1400 سال ماندگار شده. اینا نتونستن به دلیل تکنولوژی معاصر و به دلیل شرایط امروز بین المللی و بازدارنده های جهانی نتونستن اون چرا که پدر مادراشون با پدر مادرهای ما کردن بکنن. بنابراین شهروند بیدار ایرانی یک نکته رو پیدا کرد که دشمن خانگیش رو شناخت و میخواد با او دوستانه برخورد بکنه در آینده. میخواد بگه من برای حکومت آینده، من برای فرمان روایی بر کشور آینده، قانونی که امروز می نویسم قبل از اینکه کشور رو به درس بگیرم، در قانون اساسیم، در قوانین کیفریم، حکم اعدام رو برای همیشه از میان بر می دارم. یعنی شما خیالتون راحت باشه
این ریشه کشتن و کشته شدن رو ما برای نخستین بار پس از 1400 سال میخواییم در کشورمون در خانمون برداریم. یعنی این ناپاکترین دشمنان کشورمون رو هم ما نمیکشیم. کویرهای ما باید سبز بشه. اکولوژی بیمار ما باید درمان بشه. بنابراین ما نمیکشیم کسی رو که فرزندان اونها بتوانند بیدار بشن و بدانند ما پدران خدمتگزار فردای اونها هستیم. ما قاتلین پدران اونها نیستیم، هرچند پدران اونها قاتلین پدران ما بود. این اندیشه ماست و این روش حکومت مداری ما. در کنار این روش حکومت مداری ما به فردایان خواهیم گفت اونچه که در قانون اساسی بیمار 1906-7 متمم 7 به عنوان یک قانون مدرن در ایران ارائه شد یک اشکال بزرگ داشت منهای اشکالهای خورده دیگر، و اون این بود که به 5 دستاربند ردابردوش این امتیاز رو داد بر اساس تحریکات شیخ فضل الله و طباطبایی و بهبهانی که بتونن موازین قانونی رو در پارلمان ایران ممیزی بکنن. اون ممه رو لولو برد، تمام شد. قانون اساسی آینده قانون اساسی بر اساس نیازهای فرهنگی کهن ایران و باستان تا امروز خواهد بود در چارچوب جهان متمدن 1003 و راستای نیازهای تکنولوژیک اجتماع امروز آدمی بر روی کره زمین، و بر این راستا و بر این حقیقت پای خواهد فشرد که واژه زشت اقلیت رو از قانون اساسی فردا خواهد زد. یهودی، مسیحی، زرتشتی، ایرانی ترین ایرانیان بزرگترین ستم ها رو در روند 1400 ساله از این کیش زشت ایرانی سوز ایرانی ستیز کشیدن. ما از فردا اقلیت نخواهیم داشت. هر کس آزاد خواهد بود هر اندیشه و هر دین و هر باوری رو داشته باشه یا نداشته باشه. جامعه پلورالیستی خواهد بود. حکومت دموکراتیک خواهد بود. مردم شهروند برابر با دیگر شهروندان با هر برابری شناخته خواهند شد. به این انگیزه هست که فردای ایران زمین رو آبشتن دیگر شتهای بنیادین میبینیم و خوشبین هستیم و تلاش میکنیم فرزندان خوب ایران زمین رو که همین روزها در خیابانها و کوچه پس کوچه های شهرهای دور و نزدیک ایران زمین فردای بهتر رو فریاد میزنن به راستی سازندگان فردای خوبی باشن. چون این باد و هر روز سپاسهای من رو جناب راب بپذیرید برای این همکاری های ماندگار در تاریخ فردا، و یقین داشته باشید که شما و من و دیگرانی که در این راستا پشتیبانی از ما میکنن خیر این پشتیبانی رو خواهند دید. با تشکر از دکتر دانا بار دیگر من تاکید میکنم که بر حال برنامه ما در اصل آن میزگرد پادیابند بر این است که تریبونی باشد برای دیگر اندیشان، برای اندیشمندان، و اینی که بتونن ندای خودشون رو نیز بتونن برسونن، برای اینکه در رسانه های گروهی چه در انگلستان چه در آمریکا ممکنه همچین موقعیتی پیش نیاد که آنچه که آیین راستین هست رو بتونن ادا بکنن. برای به امید ایران بهتر شما را به خدای متعال می سپارم. من آویحی رحیمی از اندیشکده فارس یهود، به امید دیدار تا برنامه بعد.